برای اینکه تیم ما بتونه امتیاز رو به دست بیاره. ولیزاده یکی از خوبای ما، سکیتا برای رانتا کاشه توشو میزنه موسوی، همون خوشحالی همیشگی خودش رو نشون میده. نگاه کنید صحنه رو، میرسه به دفاع کنار، چقدر قشنگ رسید رو به جمعیت، این خوشحالی رو تقسیم میکنه با اونها. 8-7 ما باید تبدیل به امتیاز بشه. 14-13 ژاپن. یه بار دیگه یاماوچی، وادی برای ولیزاده، چه توپی رو جمع کرد. ران میاد برای جای خالی، میرسونن بچه ها تو بر میگرده. یه بار دیگه موقعیت داریم از این فاصله. اسماعیل نژاد ضربش آروم هست. ژاپنی ها حالا قشنگ پشت دفاع نشسته بود. ببینیم ضربه رو، زرنگی ژاپنی ها، همون چیزی که اولش گفتم، حرفه‌ای‌گری میکنن، دستا رو میکشن، با نوع آبشار میلاد آشنا هستن. اومد سر دفاع ب... 17-15 پشت خط رو انتخاب کنن، خورد به نشیدا، نخوابید توپ. یه بار دیگه حمله برای ما، میثم صالحی بعیده برسه، امتیاز رو میگیره میثم، یک امتیاز حساس رو به دست میاریم. 17-16 اختلاف به حداقل میرسه. یه جورایی هم بیخیالش شد دیگه. 17-15 پشت خط رو انتخاب کنن، خورد به نشیدا، نخوابید توپ. یه بار دیگه حمله برای ما، میثم صالحی بعیده برسه، امتیاز رو میگیره میثم، یک امتیاز حساس رو به دست میاریم. 17-16 اختلاف به حداقل میرسه. یه جورایی هم بیخیالش شد دیگه. هنوز تموم نشد. یک دهت بعد از شهروز اومایون فرد برنش و امتیاز 25 به دست میاد تا دست اول رو 25-20 ژاپن ببره. همراه میشیم با همکاران خود بخش شبکه 3 سیما، ایشالا برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. ایشیکاوا یه سرویس با سرعت بالا، وادی برای میلاد، وادی پور دفاعش بر حمایت در زمین ما، حمله مجدد اون سمپاری سوبر کاسمی میخوابونه توپ رو. یه لحظه دلهوره داشتیم اما توپ رو میزنه و به زیبایی هرچه تمومتر اینجا رو عرض میکنن از زوایای مختلف. ممنون از همکارانمون. سکیتا برای ژاپن، در ارتو خوبی صورت نگرفت اما میزنه میلاد بادیپور، از پاسی که در اختیارش قرار میگیره نهایت استفاده رو میبره. نگاه کنیم صحنه رو، از بین دستان دو مدافع ژاپن اینجا بهتر دیده میشه. سوی به طور مشخص کادر فنی بهش گفته سرویس پرشی نزد که کاملا رفته سراغ سرویس های هدف دو. این دفاع چیزی که خیلی بهش نیاز داریم، یکیش همین دفاعی که الان امیر اسماعیل نژاد انجام داد، به موقع دستش در مسیر توپ قرار میگیره. ایشیکاوا توپ نرف بالا، یه جای خالی و کسب امتیاز 25 که این بار خیلی میتونم بگم
بعد باختیم 25-13 دست دوم رو میبینید. دو دست برای ژاپنی ها. بریم همراه بشیم با همکارون در پخش شبکه 3 سیما. 28 دقیقه 24 دقیقه با هم امتیاز ها برابر میشه. یک دست توپو میاره تو در اختیار پاس رو با خوب قرار نگرفت توپشو میزنن. امتیازی که ما به دست بیاریم از دفاع ببینیم با هم. فلاح روی هوا توپ رو زد، چقدر خوب این کار رو انجام میده. 4-3 ایران. صوت داور اول به صدا در میاد تا از این شکلی سویسشو بزنه. پاس یک دست خوب برای محمد فلاح. از بغل دست اونودرا، اونودرای صابر کاظمی. دقت رو چشنه کارش میکنه، توپ رو گرفت بازم. این توپ گیری عجیب، توپ بر میگرده. تو چه شرایطی میلاد عبادی پور برگردون؟ ژاپنیا فکرشو نمیکردن. عجب اتفاق عجیب و غریب افتاد. 17-12 دریافت اولی که ایشیکاوا انجام داد واقعا من گفتم توپ خوابید. نگاه کنید اینجا برمیگردونه. خیلی خوب بود. سکیتا فلاح پاس رو میده برای صابر کاظمی. ببینیم رأی داور رو. خوب توپ امتیاز به ژاپنیا میشه و توپ بیرون میره و ژاپن موفق میشه در سه دست متوالی تیم ملی کشور ما رو شکست بده و قهرمان 22مین دوره رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا بشه در ارومیه و تیم ملی کشور ما نایب قهرمان میشه. تبریک میگیم هم به برای بچه های تیم ملی کشورمون. خسته نباشید میگیم. در واقع تیم قدرتمندی قرار گرفتیم که گفتم مدال برنز رقابت لیگ ملت‌ها رو داشت. یه سری به پخش شبکه 3 بدیم. با آقا بهزاد کاویانی همراه میشیم. اگر اختتامیه رو دوستان رو در پخش بخوان پخش کنن من در خدمتتون خواهم بود. یه نفسی هم ما بگیریم.